Wat heb je daar? Wat? Hé, moet eens kijken. Hé, laat maar eens kijken wat je onder je jas hebt. Kom. Hé, laat maar eens even voelen, joh. Hé, kom maar eens even uit. Hé. Hé, kom. Hé, kom maar eens uit, joh. Die duif is vreselijk breed. Gidiyorsun. Bunları Edirne'ye bırakacağım. Bagajı aç bakalım.
do it by cesarean. Now get out of here now. To the theater. Doctor, you have a message. انقلاب اما عطر آزادی داشت، عطری که هنرمندان و روشنفکران ایران تنها در دوره کوتاه حکومت دکتر محمد مصدق استشمام کرده بودند. خمینی برخوردار از آزادی بیان به ایران باز می‌گردد تا با تشکیل گروه‌های فشار حزب الله آزادی بیان تازه به دست آمده را نابود کند. اولین گام برای سرکوب آزادی با متانت برداشته می شود. امام اعلام می کند که دیگر روزنامه آیندگان را نمی خواند و همین کافی است تا روزنامه رسماً توقیف شود. حزب الله به خیابان آمده است تا از توقیف آیندگان حمایت کند. و اینها روشنفکران هستند که توقیف آیندگان را گامی خطرناک در جهت نابودی همه دستاوردهای انقلاب می دانند. ایران یکی از باستانی ترین تمدن‌های بشری است که بیش از 25 سده تاریخ مدون پشت سر دارد. تمدن ایران علی‌رغم فراز و نشیب‌های بسیار، سهمی بسزا در تکامل تاریخ انسان به عهده داشته است. هر گوشه این سرزمین پهناور پوشیده از آثار هنری با ارزشی است که از سطح والای فرهنگ و هنر جامعه ایرانی در دوره‌های مختلف حکایت می‌کند. همسنگ با آن اما تاریخ فرهنگ و هنر ایران مملو از نمونه‌های دردناک تجاوز آشکار دولت مردان و زورمداران به حریم آزادی اندیشه و بیان است. برخی با آرزوی دیدار وطن برای همیشه در غربت ماندند. میهنان دکتر غلام حسین ساعدی، نویسنده بزرگ ایران، دور از میهن و در رؤیای میهن دیده بر هم نهاد. قلب بزرگ و مهربان او که عمری به مهر مردم تپیده بود و سرچشمه هنر والای مردمیش بود، سرانجام آزردگی های کجدم غربت را تاب نیاورد و به ناهنگام از تپش باز ایستاد. غلام حسین ساعدی رژیم شاه را به بهای پذیرفتن زندان و شکنجه نپذیرفت و رژیم خمینی را نیز به بهای پذیرش تبعید نفی کرد. نا
نیوشا فرهی منتقد و نویسنده در اعتراض به حضور حجت الاسلام خامنه ای در سازمان ملل متحد خود را به آتش کشید. سپتامبر 92 که یه روز پنجشنبه بود، داخل این رستوران که قبلا یه رستوران یونانی بود به نام میکونوس، الان تابلوش تغییر کرده اینا، ما اونجا دور یه میزی در اتاق عقبی رستوران نشسته بودیم. حوالی ساعت 23 بود که در حالی که ما مشغول گفتگو بودیم یه صدای غیر عادی شنیدم، یک فوش بود، یه فوش ایرانی به اسم مادر قهوه ها، که من نگاه کردم به طرف اون در اتاق جنبی که ما در داخلش نشسته بودیم، هیبت یک آدمی رو دیدم حدود 180 سانت قد که تا زیر چشمش رو پوشونده بود و اونچه که به خاطر دارم یک اسلحه دستش بود که روش رو یک دستمالی انداخته بود، یک پارچه روشن رنگ روشنی انداخته بود. سیاست ترور وابستگان و مقامات رژیم شاه که از کینه‌توزی دادگاه‌های انقلاب گریخته بودند با کشتن شهریار شفیق، خواهرزاده شاه سابق ایران در پاریس به دستور مستقیم آیت الله خلخالی، حاکم شرع وقت، تنها 2 ماه پس از پیروزی انقلاب آغاز شد. هدف جنایت مقدس گاهی نه یک نفر که جمعی از ده‌ها نویسنده و اندیشمند است که همچون گرد همایی نویسندگان ترک به آتش کشیده می شود. در 6 اوت 1991 دکتر شاپور بختیار در خانه مسکونیش در سیوغن از حومه پاریس به قتل رسید. وقتی بازرگان به عنوان اولین نخست وزیر خمینی معرفی شد، بختیار به عنوان آخرین نخست وزیر شاه وطن را ترک کرد. اولین سوءقصد به جان دکتر بختیار برای پلیس فرانسه 2 کشته و 1 فلج مادام العمر به جای گذاشت و برای عامل ترور انیس نقاش تروریست لبنانی حبس دائم به همراه آورد. حبسی که پس از 10 سال به ناگهان بخشوده شد. چشم جهانیان از این همه خون که بر زمین ریخته شده تنها به 3 پرونده دوخته شده است. پرونده دکتر بختیار که به گفته ژان لوی بروگیر بازپرس فرانسوی محاکمه متهمین به قتل او و سروش کتیبه در سال 1994 آغاز خواهد شد. پرونده کاظم رجوی که دولت فرانسه با آزاد کردن 2 متهم به شرکت در قتل او در روزهای آخر سال 1993 دست مقامات قضایی سوئیس را از آنها کوتاه کرد و در نهایت پرونده میکونوس که محاکمه متهمین به شرکت در آن همچنان جریان دارد. اگر در جریان رسمی یکی از این 3 محاکمه پاسخ این پرسش که دولت جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان در سازماندهی و اجرای ترور مخالفان خود در خارج از کشور دست داشته است داده نشود، راه برای ادامه سیاست ترور دولتی، اعدام ورای قانون و یا به سادگی برای جنایت مقدس باز خواهد ماند.
ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجی که آسودگی ما عدم ماست. اگر رژیم جمهوری اسلامی رو تأیید کردی، تو مسلمونی، معتقدی، متدینی. اگر یک کلمه باب ملشون نبود، گفتی یا کافری، یا مرتدی، یا عامل صهیونیسمی، یا عامل سیاه هستی، یا عامل اینتریجنس، که بنده الحمدلله هر پنجتاش هستم، یادتون باشه. در این سو و آن سوی جهان فرزانگانی هستند که چهره دیگری از این جاسوس پنج جانبه میشناسند. من مرحوم سعیدی رو اولین بار در ایران دیدم، ولی آشناییم در ایران زیاد نبود با او. من روزی که داشتن علیه من توی خیابونا تظاهرات میکردن، پرچم برداشته بودن، بنده شدن چی بود، سلمان رشدی ثانی، در خونه من باز گذاشتم، تو حیات خونم خوابیدم، تابستون بود، گفتم هر که میخواد بیاد من بکشه بیاد بکشه، بگذار این قطره خون در راه ایران ریخته بشه تا ببینیم آینده چی میشه. این قطره خون اما به این راحتی ریخته نشد. جلادان زیر فشار و شکنجه او را وادار به شنیدترین اعترافات کردند تا به گمان خود شخصیت والایش را در ذهن مردم خدشه‌دار کنند. سعیدی اما پادزهر این شرنگ را در جوهر قلمش داشت. او در آخرین توهین نامه سرگشادهش به رهبر خامنه‌ای این جوهر را بی پروا به کار برده بود. در این نامه نکته‌ای رو میگه که واقعا در این سالهای اخیر شعار زندگیش بود. می نویسد که آدمی زاده ام، آزاده ام، و دلیلش تقدیم همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند. Poëzie is een daad van bevestiging. Ik bevestig dat ik leef, dat ik niet alleen leef. Poëzie is een toekomst. Denken aan volgende week. Aan een ander land. Aan jou als je oud bent.
هر وقت از زندان حرف میزنم همه خاطراتشو میگم و آره بعضا دوست دارم بگم، منو به یاد اون بخشی از زندگی میندازه. تنها چیزی که هیچ وقت نمیتونم در مقابلش مقاومت کنم، نمیتونم الانم بگم، برادرم. متاسفم نمیتونم بگم، نمیتونم تصور کنم که همجوری کشتش. نمیتونم. وصیت نامم روی میز کارم است، دو کلام بیشتر نیست. جوهرش همان است که قبل از کودتا با تو و دیگران در میان گذاشتم. آن شب که در نور یک چراغ نفت سوز بر مزار شهدای سیتیر رفته بودیم، آخرین آرزویم این است که پس از مرگم در جوار آن شهیدان که به منزله فرزندانم هستند دفن شوم. آمین. سرم چون گوی در میدون بگرده، دلم از عهد و از پیمون بگرده. اگر دورون به نار مردون بمونه، نشینم تا دگر دورون بگرده. نشینم تا دگر دورون بگرده. الهی ای فلک چون مزبون شی، دلت همچون دل مقرق خون شی، اگر یک لحظه اوم بیغم ببینی، یقین دونم که از این غم سر گوشی. یقین دونم که از این غم سر گوشی. پند مادرم دوباره در گوشم زنگ میزند. وزن اشخاص در جامعه به قدر شدائدی است که در راه مردم تحمل میکنه.
موسیقی